سلام. سلام آقا سهیل. سلام علیکم. صبح شما بخیر. سلام کلاس کوچیکم بهشت منه. بچه هایی که باهاشون سر و کار دارم هر سال مثل فرشته میمونن. بارها و بارها شکر کردم خدا رو که در زمینه شغلیم کمکم کرده که بتونم با بچه های کلاسم همدل بشم. اعظم خدا حافظی، مواظبت زبا چی میشه؟ اول ز بعدن ا چی میشه؟ من منیجه پامناری هستم. در سال 69 وارد آموزش پرورش شدم. درسم رو در همین رشته آموزش ابتدایی ادامه دادم. 26 سال سابقه کار دارم. سلام. توی مجلات تکنولوژی آموزشی و مجلات رشد چند تا مقاله از من به چاپ رسیده. خصوصیات بارز ایشون حسن خلقش هست و ارتباط خوب با دانش آموز. معلم پای اول به عقیده من یه معماره، یه سازنده است و نقش سازندگی داره. ایشون هم از این خوشبختانه روحیه برخوردار بود. بچه ها صفحه بعد رو بیاریم و رفت بزنیم. اینجا گفته در مزرعه اعمالت شما دوستایی چه کارهایی انجام دارید؟ معلم به نظر من فقط رسالتش یاد دادن جدول ضرب و اعداد و ارقام و حروف الف با فارسی نیست. کار معلم اینه که بتونه با تمام این زاغه ها، با تمام این مشکل های بچه ها کنار بیاد. خدای مهربان، ای خدای مهربان، تو را شکر می کنیم که یه مداد کی داره بدم به شایان؟ من بده به عزیزم. داری؟ بچه ها وسط دیکته صحبت نمی کنیم، می نویسیم تکیه می دیم به عقب. آفرین به سهیل. خدایا از آموزگار، منو میگه ها، آموزگار خوب خود سپاسگزاریم. خیلی کارمو دوست دارم. تصور این که توی شغل دیگه باشم تقریبا برام غیر ممکنه. کارمو خیلی دوست دارم. به بچه‌ها کرامت‌های اخلاقی رو یاد بدیم. بردیم کرامت‌های مثل راستگویی، صداقت، خیلی مهمه. پسرم سینا 20 سالشه، کار هنری رو خیلی علاقه داره، تو کار آواز و موسیقی کلن. فکر میکنم میخواد همین رو هم ادامه بده. دخترم 16 سالشه، کلاس دوم دبیرستانه. سینا کلاس سوم بود، من معلمش بودم و اون سال خیلی خوبی برای سینا نبود. یه مدتشو که اصلا نگفتم من مامانشم. مثلا میخواستیم مبصر انتخاب کنیم. سینا بهش برمیخورد که تو چرا یکی دیگر رو مبصر کردی، منو با من مبصر انتخاب نکردی. قشنگ یادم این قضیه که مبصر میگه اومد تو کلاس و گفت خب بچه‌ها خیلی شلوغه، حالا میخوام مثلا یه مبصر انتخاب کنم. دیگه من همیشه همین دورم اینجوری مثلا موج زد و آتیش دورم حلقه زد، همیشه خودم اومدم سر خود پاشم بگم منم. بهو گفت یکی دیگه، یکی دیگه رو گفت و من همینجوری زایشو نشستم بغض گرفت. و
بعد رفتم در گوشش گفتم خیلی نامردی، من پسرتم، چطور میتونی این کارو با من بکنی؟ هر وقت صحبتش میشه داغ دلش تازه میشه. من معذرت میخوام ازت. ببخشم. اکثر دوستای من که شاگردای تو بودن همشون تو رو خیلی دوست دارن. وای خانم پامناری، وای هر موقع منو میبینن از مامانم میپرسن به جای که خودم بپرسن. اصلا خیلی به نظرشون معلم خوبی بودی، اصلا سختی من. معلم رو خیلی دوست داریم. راست هم کل بچه هایی راست ما هم بگوزیم. خیلی دوست داریم. ای حرف نزم بزن من فیلم رو بگم. چون که به ما دست. چون که به ما دست یاد میده. معلمش خیلی خوبه. ناظرش به ما نظم یاد میده. به همون کلی درسای زیادی یاد داده، خیلی برامون زحمت کشیده، مثلا نوشتن و خواندن و بخونم مثلا کتاب داستان ها رو. یه سال طول کشید تا به نوشتن خوندن یاد بگیری. آقا میکروفون رو دیدی به من؟ بیا. چون که خانم مهربون دارم. چون مهربون درستم یاد میده، کمکم میکنه. خانمم بهمون درست یاد میده. خوبه. من همیشه در کلاسمو که باز میکنم و وارد کلاس میشم مشکلاتمو پشت همون در میذارم و درو میبندم، خودم میام تو و انقدر روحیه میگیرم که باز زور که دارم میرم خونه انگار که از اون مشکلا اثری نیست. جشن الفبا داریم، خدا کنیم که به بچه ها خوش بگذاریم. ما که تمام تلاش خودمون رو میکنیم که جشن خوبی داشته باشیم. امروز برای منم روز خیلی خوبیه. واقعا یکی از جشنهای خوبمون همین امروزه که بچه ها رو میبینم باسواد شدن. با امید موفقیت های بهتر و بیشترشون. خوشحالم که بچه ها امروز به راحتی کتاب های آموزنده و داستان های شیرین رو میتونن بخونن و قدم های بزرگتری رو در جهت سواد آموزی در سال های آینده برمیدارن. امروز روز آخر مدرسه است، قطعا ما دلتنگ بچه ها میشیم. همین تابستون زمانیه که توی پارک و کوچه و خیابون وقتی که قدم میزنم چشم میندازم تو همون رده سنی دانش آموزام ببینم که کدوما شبیه شاگردای منن، بلکه ببینمشون.